تیتر اول امشب، تمدید یک ماهه توافق ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. رافائل گروسی رئیس آژانس گفته توافق بعد از گفتگوی طولانی با علی اکبر صالحی به دست آمده. جهان در شوک اقدام دولت لوکاشنکو برای فرود اجباری یک هواپیمای مسافربری و بازداشت خبرنگار منتقد بلاروسی. و سردرگمی‌ها در ایران برای نحوه برخورد یا عدم برخورد با استخراج و معاملات رمزارزی. به تیتر اول خوش آمدید. سلام به شما. توافق نظارتی هسته‌ای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با ایران برای یک ماه دیگه تمدید شده. رافائل گروسی مدیر کل آژانس در نشست خبری امروز از تمدید این توافق خبر داد. گروسی همینطور گفته که آژانس هیچ شرطی رو برای اجرای مأموریتش نمیپذیره. اولا به توافق رسیدیم که اطلاعات جمع‌آوری شده به وسیله تجهیزات فنی ما در سایت‌های مختلف در ایران ذخیره میشه و در اختیار سازمان خواهد بود. این مورد اول بود. مورد دومی که دربارش توافق کردیم اینه که تجهیزات و فعالیت‌های نظارتی و راستی آزمایی که دربارش توافق کردیم ادامه خواهد داشت به مدت یک ماه دیگه. همزمان کاظم غریب‌آبادی نماینده دائم ایران در آژانس هم گفته اطلاعات ذخیره شده سه ماهه اخیر از فعالیت‌های اتمی ایران فعلا در اختیار سازمان انرژی اتمی ایران باقی می‌مونه. در طول برنامه با تیمی از کارشناسان و خبرنگاران این خبر و خبرهای دیگر رو بررسی می‌کنیم. پیش از همه بریم سراغ احمد صمدی، همکارم از مقر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین با تازه‌ترین‌ها. احمد. خب فرداد، امروز آقای گروسی بالاخره کنفرانس خبریشو برگزار کرد در خصوص اینکه چرا دیروز این کنفرانس برگزار نشد. گفتش که در چنین مواردی همیشه اتفاقات غیر منتظره رخ میده که نمیخواد بهش بپردازه و معمولا اختلاف نظرهای پیش میاد، اما دیدیم که این خب توافق با استقبال مواجه شد. به ویژه آقای جوزف بورل مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا که گفت هر چقدر در واقع توافق به تاخیر بیفته این باعث میشه که ایران به یک قدرت هسته‌ای تبدیل بشه. خب روسیه هم استقبال کرد و همچنین اتریش که وزارت خارجهش در واقع توییتی رو زد و گفتش که این راهی هست به سوی آغاز گفتگوها و دیپلماسی. اما آقای گروسی مطالبی که مطرح کرد بسیار قابل تأمل بود، از جمله اینکه به هر حال این توافقی که انجام شد بهتر از اون توافقی بود که سه ماه پیش انجام شد، چرا که الان فعالیت‌های ایران خطرناک‌تر شده. دیدیم که امروز آقای صالحی هم اعلام کرد غنی‌سازی 60% همچنان ادامه خواهد داشت. آقای روسی گفتش که از نظر ایران، یعنی در خصوص پروتکل الحاقی، گفت اگر گفت من اینو نمیدونم که ایران نظرشی، اما همواره نظر قبلیشون این بوده که اگر برجا به نتیجه برسه ایران هم در واقع پروتکل الحاقی رو اجرا خواهد کرد. اینکه در خصوص تجهیزات هم گفتش که تجهیزات همچنان سر جای خودش میمونه، اما نمیتونه اتلاعات بیشتری در خصوص سانتریفیوژها بده چرا که ناجز پادمان هستش. همچنین گفتش که ادامه بازرسی ها و نظارت ها بسیار مهم هستش برای آژانس. و اینکه آقای گروسی گفتش که کارشناسان آژانس با مقامات با کارشناسان فنی ایرانی دو تا جلسه قبلا داشتن و قرار هستش که نشست بعدی رو هم داشته باشن و بعد از اون آقای گروسی میخواد که یک در واقع گزارشی رو ارائه بده که این گزارش میتونه بسیار راهگشا باشه در گفتگوهای هسته‌ای. و در نهایت هم یک سوالی من ازش پرسیدم که مربوط میشد به صحبت‌های یکی از مقامات شورای عالی امنیت ملی ایران که گفته بود توافقی که با آژانس می‌کنیم توافق مشروط خواهد بود، که من این سوال رو از آقای گروسی پرسیدم که جوابش رو با هم دیگه میتونیم گوش بکنیم. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هیچ شرایطی رو درباره دستور کار و برنامه‌اش نمیپذیره. ما دستور کار مشخصی داریم و اختیارات مشخصی. حالا این حقوق و اختیاراتی که ما داریم یا بر اساس توافق‌های قبلیه یا توافق‌های دو جانبه میان آژانس و یکی از کشورهای عضو آژانس، و بنابراین شرط و شروطی در کار نیست. احمد صمدی خبرنگار ما از مقر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین، ممنونم از تو. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران خواهان آزاد شدن میلیاردها دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران شده. همزمان عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد ایران در مذاکرات وین هم گفته آمریکا به عنوان طرفی که برجام رو ترک کرده باید اول تحریم‌ها رو برداره. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا هم در مصاحبه با شبکه ABC گفته هنوز نشانه‌ای از طرف ایرانی مبنی بر آمادگی برای انجام تعهداتش در
چارچوب برجام ندیدیم. آرش علایی همکارم از واشنگتن دی سی با ماست. آرش، بیشتر به ما بگو در مورد مصاحبه وزیر خارجه آمریکا و آنچه که در مورد نحوه برخورد طرف ایرانی گفته. فرداد، همونطور که میدونی یک شنبه ها در ایالات متحده روز تعطیل هست و معمولا اعضای کابینه دولت از این فرصت استفاده میکنن و میرن به شوهای سیاسی که در شبکه های معروف آمریکایی وجود داره. آقای آنتونی بلینکن نه تنها در شبکه ABC بلکه در شبکه CNN در برنامه فرید زکریا هم ظاهر شد، همین حرفایی که شما گفتی رو تکرار کرد و گفتش که به نظر نمیاد که جمهوری اسلامی ایران آمادگی و میل به این رو داشته باشه که بخواد برگرده به تعهدات برجامی خودش و تا وقتی که این کار را انجام نده ایالات متحده هیچ تحریمی رو لغو نخواهد کرد. توییت های جواد ظریف و عباس عراقچی هم به نظر میاد در پاسخ به همین صحبت های آنتونی بلینکن گفته شده باشه. به نظر میاد که پس از هفته ها گفتگوهای فشرده غیر مستقیم بین ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران، الان دو طرف به جایی رسیدن که ترجیح دادن دعوای خودشونو و حداقل مذاکرات خودشونو از اتاق مذاکره بیرون بیارن و جلوی چشم عموم بذارن و هنوز اون شکاف عمیق بین دو طرف دیده میشه. یک طرف که جمهوری اسلامی باشه میخواد که ایالات متحده اول تحریم ها رو برداره و بعد راستی آزماییش تازه ایران برگرده و طرف آمریکایی هم خیلی محکم وایساده و میگه که تا وقتی ایران به تعهدات برجامیش برنگرده این کار رو نخواهد کرد. لازم است که بگم یک مقاله آقای جارد کوشنر حدوداً دو ماه پیش در نشریه والستریت جورنال منتشر کرده بود که در اون موقع استقبال کرده بود از حرکت دولت بایدن و گفته بود این حرکت دولت بایدن برای اینکه بخواد برگرده به برجام بلوف سیاسی جمهوری اسلامی رو برای اروپایی ها رو خواهد کرد. ممنونم از آرش علایی خبرنگار ما در واشنگتن دی سی. شاهان سمیعی کارشناس امنیت ملی هم از ویرجینیا به ما پیوسته. آقای سمیعی، این دعواهایی که میبینیم آیا جدی هست؟ مثلا همین پلیس خوب پلیس بدی که به نظر میاد از سمت ایران میبینیم، رئیس مجلس میگه نباید تعهداتمون رو با آژانس ادامه بدیم، بعد دولت میگه که باید ادامه بدیم، در نهایت به توافقی میرسن. الان آقای بلینکن مصاحبه کرده با مطبوعات آمریکایی، گفته که به نظر نمیاد ایران هنوز نشانه ای بروز داده باشه که میخواد واقعا به تعهدات برجامیش برگرده. فکر میکنید این دعواها سطحی و جزئی هست یا ممکنه واقعا این احیای برجام به نتیجه نرسه در وین؟ با درود خدمت شما بایستی عرض بکنم نه، چرا، به نتیجه خواهد رسید. این مستلزم این هست که اون علاقمندی سیاسی در تهران به وجود آمده باشه و دیدیم که 4-5 روز پیش آقای روحانی با اعلام بر این که ما به توافقهای اصلی در مورد مسئله نفت و شرکت‌های کشتیرانی و پتروشیمی و بانک مرکزی توافق کردیم و ضمناً همه دستورات رهبر هم اعمال شده، میخواست در حقیقت این پیام رو بده که این آمادگی سیاسی وجود داره. البته ما در گیرودار مسئله انتخابات در ایران هم هستیم که نشانگر اون هست که یه مقداری از مسائل جانبی این توافق رو تحت شعاع قرار داده. مسائل جانبی مثل چیه؟ مثل آزاد کردن افراد امریکایی که در ایران در زندان هستند، یا بالعکس. به خاطر چی؟ به خاطر اینه که یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری رئیس قوه قضاییه هم هست و برای ایشون تبعات سیاسی در بر خواهد داشت این مسئله، و به خاطر همون هست که هی سعی بر این دارن در ایران که بیشتر این ماجرا ادامه پیدا بکنه و کش پیدا بکنه، در صورتی که طرف امریکایی حاضر هست که تحریم ها رو برداره و به ایران هم اعلام کرده که چه تحریم های قابل برداشت سریع هست و چه تحریم های مستلزم زمان خواهد بود. شاهان سمیعی کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا در شرق آمریکا، ممنونم از شما. شاید این داستان براتون آشنا به نظر بیاد، ولی اگر رهبر یک کشوری دستور بده با جت جنگی هواپیمای مسافربری رو وادار کنن به جای مقصدی یه جای دیگه بشینه، معلومه که صدای خیلی ها در میاد. این پرواز 4978 خطوط هوایی رایانیر که دیروز از آتن پایتخت یونان به مقصد ویلنیوس پایتخت لیتوانی در حال پرواز بود، اما قبل از اینکه به مرز لیتوانی برسه برج مراقبت فرودگاه مینسک پایتخت بلاروس از خلبان میخواد که به دلیل خطر بمبگذاری در هواپیما مسیرش رو تغییر بده و در مینسک به زمین بشینه. همونطور که میبینید اون هواپیما به مقصدش نزدیکتر بوده تا به مینسک، ولی یک جت جنگنده میگ 29 میاد کنار هواپیمای مسافربری و از خلبان میخواد که دور بزنه و بره به فرودگاه مینسک در
شرق مسیرش و اونجا پلیس از مسافرها و خدمه میخواد که توی هواپیما بمونن. اما در نهایت معلوم میشه که هدف دستگیر کردن یکی از مسافرها بوده، یک خبرنگار بلاروسی به اسم رومن پراتوسوویچ که از مخالفان حکومت لوکاشنکو رئیس جمهوری بلاروس. هواپیما بعد از چند ساعت بدون اون و دوست دخترش سوفیا ساپگا پرواز میکنه و میره به مقصد اصلی. وقتی خلبان اعلام کرد که ما فرود اضطراری داریم توی مینسک، رومن یه دفعه از جاش پرید و از توی چمدونش لپتاپ و آیفونش رو در آورد و داد به دوست دخترش. خب معلومه که اون اشتباه کرد، چون دوست دخترش هم دستگیر کردن. میتونست اونا رو به ما بده تا ما بیاریم اینجا. رایانر میگه این کار هواپیما ربایی بوده و جان مسافران و خدمه رو به خطر انداخته. اتحادیه اروپا که مبدأ و مقصد این اتفاق عجیب در محدوده اون بوده به شدت ابراز خشم کرده. وزارت خارجه آمریکا هم این اقدام رو محکوم کرده و رئیس جمهوری لیتوانی هم خواستار اعمال تحریم‌های بیشتر علیه حکومت لوکاشنکو شده. رسانه‌های حکومتی بلاروس میگن خود لوکاشنکو دستور این کار رو داده بود. رومن پراتوسوویچ که یک خبرنگار جوانه، مدیر کانال تلگرامی مخالف دولت بلاروس بود، در سال 2019 ناچار شد کشورش رو ترک کنه و به لیتوانی بره و در اعتراضات بعد از انتخابات سال گذشته که لوکاشنکو ادعای پیروزی کرد و مخالفان رو سرکوب کرد، خبرها رو پوشش میداد. مخالفان دولت میگن حالا با این آدم ربایی دیگر هیچ کس از دست حکومت لوکاشنکو امنیت نداره. امروز لوکاشنکو شخصا یک افتضاح بین المللی به بار آورده و با هواپیمای جنگی یه هواپیمای مسافربری را ربوده و وادار کرده در مینسک فرود بیاد تا رومن را به گروگان بگیره. زندگی این روزنامه‌نگار در خطره. ما از سازمان جهانی هوانوردی می‌خواهیم که تحقیقات کاملی درباره این آدم ربایی انجام بده. از امروز شهروند هیچ کشوری که پروازش از آسمان بلاروس می‌گذره از شر رژیم لوکاشنکو در امان نیست. در اعتراضات پارسال علیه حکومت 27 ساله لوکاشنکو هزاران نفر در بلاروس دستگیر شدند و تظاهرات مخالفان به شدت سرکوب شد. حکومت بلاروس به دلیل سرکوب رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران هم با انتقادات گسترده‌ای در مجامع بین‌المللی روبرو شده و تحریم‌هایی هم علیهش اعمال شده. همکارم مصدق پارسا از مسکو با ماست. مصدق، یک روز بعد از این اتفاق همچنان جهان در شوک است با این اقدام دولت آقای لوکاشنکو. چه اطلاعات بیشتری در ساعت‌های گذشته به دست آوردیم؟ می‌دونیم که چند شهروند روس هم ظاهراً بودند در این پرواز که همراه او پیاده شدند. فرداد، در کنار این پازل عجیب و به قول خودت شوکه کننده ای که گفتیم، یک تکه دیگه اگه به او بیفزاییم که پای گروه شبه نظامی هم حالا به ماجرا کشیده شده. دولت بلاروس ساعتی پیش اعلام کرد که دیروز پیامی دریافت کرده در ایمیل از نشانی سربازان حماس، کسانی که در اون نامه خودشان به سربازان گروه حماس معرفی کردن و گفتن در اعتراض به عملاتی که اسرائیل انجام میده و حمایت اتحادیه اروپا از اسرائیل در این جنگ، اونها بمبگذاری کردن چون این پروازی ره و در صورتی که دولت بلاروس به حرف اونها گوش نده، این هواپیما به محض رسیدن در لیتوانی انفجار خواهد کرد. و به همین دلیل حالا دولت بلاروس پای یک نامه گروه ناشناخته که میگه مربوط به حماس بوده را هم به این ماجرا کشیده. این بخش عجیبتر ماجراست، بدون شک واکنش های جدیتر خواهد داشت و اتفاقات عجیبتری. همزمان بلاروس از تمام که طرف ها خواسته که بیاین و سهم بگیرن در پروسه تحقیقات و آنچنانی که غرب رفتار بلاروس را شوکه کننده میدانه، بلاروس میگه که واکنش کشورهای غربی شوکه کننده بوده. مادر رومن پراتوسوویچ هم پسرش قهرمان خوانده، از جامعه جهانی خواست تا واقعا جدی واکنش نشان بدن. روسیه هم که شهروندانش اینجا بوده گفته که خیلی زوده برای این که واکنش رسمی نشان بده. ممنونم از تو خبرنگار ما مصدق پارسا در مسکو پایتخت روسیه. نوید قدیری انارکی، خلبان و مدیر ناوگان شرکت کوستال هم به ما پیوسته. آقای انارکی، چقدر عجیب هست که وقتی در آسمانی کشور هستید برج مراقبت اون کشور از شما بخواد که فرودی اضطراری داشته باشید بدون اینکه خود خلبان در واقع متوجه هیچ اشکال فنی مثلا در هواپیما شده باشه. بله، ببینید اینترسپتینگ و یا رهگیری یک هواپیمای مسافربری توسط هواپیمای نظامی یک دستور عملی هست که سازمان جهانی هوانوردی اون رو ارائه کرده و به طور کامل قابل اجرا هستش، ولی این یک شرایطی داره در صورتی هست که هواپیما از مسیرش خودش خارج شده باشه و یا به منطقه ممنوع پرواز نزدیک بشه و یا به هر حال هیچ
پاسخگویی به واحد مراقبت نداشته باشه، در این شرایط اجازه دارن که هواپیما رو اینترسپت برای رهگیری بکنن و ازش بخوان که یا از اون مسیر دور بشه و یا اینکه به حساب به فرود بیاد. ولی مسئله ای که اینجا پیش اومده اینه که به این خلبان اعلام شده که احتمال بمبگذاری داخل هواپیما بوده و خلبان بر طبق ریسک اسسمنت و ایمنی پرواز و بقیه مسافرها به قول معروف ریسک نکرده و هواپیما رو در فرودگاه به زمین نشونده. کاری که خلبان کرده از نظر علمی واقعا کار درستی بوده. اما خود راینر میگه که این یک آدم ربایی بوده دیگه، بالاخره در فضای بین المللی داشته این هواپیما پرواز میکرده. این که حالا به هر دلیلی امنیتی یا فنی هواپیما رو فرود بیارن یک بحثه، این که یکی از مسافران حالا در این مورد به نظر میاد چند نفر دیگه هم بودن از هواپیما خارج بکنن، این چقدر با عرف و قوانین بین المللی هوانوردی مغایرت داره؟ به هیچ عنوان در اتفاقی که امروز افتاد به هیچ عنوان به قول معروف قابل قبول نیست و کاملا یک امر میشه گفت تروریستی و غیر قابل قبول هستش. این شرایط فقط در زمانی هستش که هواپیما دچار خطا بشه و یا اینکه یک شرایط امنیتی به وجود اومده باشه که بتونن از هواپیما بخوان که به فرود بیاد، ولی اینکه یک هواپیما را به زمین بشونن و بخوان یک مسافر را که حالا فقط به خاطر اعتقاداتش و یا به هر صورتی اینکه مخالف با دولت هستش رو از هواپیما خارج بکنن اصلا قابل قبول نیست. این دقیقا کاری هستش که چند سال گذشته هواپیمایی خواهش بکنم. ممنونم از شما نوید قدیری انارکی، خلبان و مدیر ناوگان شرکت کستال. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از بانک مرکزی خواسته تا درگاه‌های پرداخت اینترنتی رمزارزها رو مسدود نکنه. این در حالیه که محمد باقر قالیباف رئیس مجلس به تازگی خواستار ورود جدی بانک مرکزی در حوزه رمزارزها شده بود. همزمان با ادامه خاموشی‌های گسترده در ایران، وزارت نیرو خواهان ورود وزارت اطلاعات در بحران قطع برق شده. گفته شده شناسایی و جمع‌آوری مراکز غیر مجاز استخراج رمزارز از جمله اقدامات امنیتی در برخورد با خاموشی هاست. بابک جلیلوند کارشناس رمز ارز و فناوری بلاکچین از آمستردام با ماست. آقای جلیلوند، به نظر نمیاد که یک نگاه منسجمی هم در داخل حکومت ایران وجود داشته باشه که چه باید کرد با این رمز ارز؟ آیا باید حمایت کرد، اجازه داد استخراج بشه؟ آیا باید جلوش رو گرفت؟ چطور میبینید؟ سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان محترمتون. ببینید، این نامه پیرو تصمیم گیری چند وقت پیش بانک مرکزی مبنی بر مسدود سازی درگاه‌های پرداخت اینترنتی برای صرافی ها بودش. چند تا نکته وجود داره توی این نامه. یکی این که خود بانک مرکزی قبل از دریافت این نامه اعلام انصراف حالا یا تعلیق کرده بود و موقتا گفته بود که ما فعلا این کار رو انجام نمیدیم. پس این نامه تاثیر خیلی به سزایی نداشت. نکته دوم این که این نامه دستوری نیستش و صرفا برای اقدامات لازم ارجاع شده. پس تصمیم گیری با خود بانک مرکزی هست. بیشتر شبیه این میمونه که ریاست جمهوری خواسته سلب مسئولیت بکنه. مسئولیتی که از به خاطر فشار امضای بیش از 60 هزار نفر در واقع کاربر و استفاده کننده از رمزارزها اتفاق افتاده. این موضوع دوتا آسیب هم داره، کوتاه مدت و بلند مدت داره، که در هر دو حالت باعث عدم اعتماد در واقع مردم نسبت به بیزینس ها و اکسچنج های داخلی میشه و هنوز نتونستن به یک تصمیم درستی بگیرن. نمونه بارزش این که اعلام میکنن برق قطعی برق به خاطر ماینینگ هستش که خب این کاملا اشتباه هستش، یعنی اصلا نمیشه، هیچ فکتی وجود نداره برای این موضوع که ما بخوایم بگیم که بالاخره یکی از المانا میتونه باشه دیگه، مصرف برق رو میبره بالا طبیعتا. مصرف برق بالا هست بله برای ماینینگ، اما در قیاس با اون مصرفی که ایران داره نه، خیلی قابل در واقع ارجاع نیستش. ممنونم از شما بابک جلیلوند کارشناس رمز ارز و فناوری بلاکچین از آمستردام هلند با ما. خواهش میکنم. امروز بعد از نزدیک به 4 ماه از وقوع کودتای نظامی در میانمار، آنگ سان سو چی در دادگاه حاضر شد تا از خودش در برابر اتهاماتی که کودتاگران متوجهش کردند
دفاع کنه. بیاید یه نگاهی با هم بندازیم به تحولات اخیر در میانمار. میانمار همونطور که رو نقشه میبینید یا همون برمه سابق، کشوری در جنوب شرق آسیاست و پایتختش هم شهر نیپیدوه. جمعیت این کشور حدود 53.5 میلیون نفره. صبح روز اول فوریه 2021 ارتش میانمار، رئیس جمهوری کشور و آنگ سان سو چی که رئیس دولت و نقشی شبیه به نخست وزیر میانمار رو داشت، به همراه عده دیگه از اعضای دولت بازداشت کرد و قدرت رو به فرمانده ارتش این کشور مینگ آنگ هلینگ داد و برای یک سال هم وضعیت اضطراری اعلام کرد. این در حالی بود که روز بعدش قرار بود نمایندگانی که برای مجلس میانمار انتخاب شده بودند سوگند یاد کنند. در همین روز مینگ آنگ هلینگ شورای اداری دولت رو با 11 عضو به عنوان هیئت حاکم اجرایی معرفی کرد. بعد از کودتا دولت نظامی اعلام کرد نتایج انتخابات سال قبل نامعتبره و با پایان وضعیت اضطراری یک ساله انتخابات جدیدی برگزار میکنه. در اون انتخابات اتحادیه ملی برای دموکراسی که حزب خانم آنگ سان سو چی در مجموع 396 کرسی مجلس رو برده بود، در حالی که حزب مورد حمایت نظامیان فقط موفق به تصاحب 33 کرسی شده بود. در همین حال دولت نظامی رئیس جمهوری برکنار شده رو به نقض مقررات مربوط به کرونا و آنگ سان سو چی رو هم به نقض همین مقررات و وارد کردن غیرمجاز وسایل ارتباطی از ژاپن متهم کرد. چند روز بعد دولت نظامی پیشنویس قانون امنیت سایبری رو برای نظارت بر فعالیت‌های شهروندان در اینترنت ارائه کرد که ارائه دهندگان خدمات اینترنتی اون رو نقض حقوق بشر و آزادی بیان میدونن. تعدادی از نمایندگان مخالف کودتا هم که موفق به فرار شده بودند، کابینه‌ای در سایه با عنوان دولت اتحاد ملی تشکیل دادند. کودتاگران این تشکیلات رو یک گروه تروریستی و خائن معرفی کردند. دولت اتحاد ملی از میانماری‌ها خواسته تا مقاومتشون رو تا شکست دادن کودتاچیان ادامه بدن. دیروز هم دولت نظامی میانمار هزاران معلم و کارمند دانشگاه رو به خاطر پیوستن به جنبش نافرمانی مدنی علیه دولت کودتا از کار تعلیق کرده. وسعت این پاکسازی‌ها به حدی بوده که امکان داره نظام آموزشی میانمار عملاً از کار بیفته. از روز اول کودتا تا الان هزاران نفر از مردم میانمار در خیابان‌ها به دولت کودتا اعتراض کردند که با واکنش خشونت‌بار ارتش و پلیس بیش از 5000 نفر بازداشت و بیش از 800 نفر کشته شدند. ساعتی پیش مصاحبه داشتیم با یووینتو، روزنامه‌نگار از میانمار. اکثر مردم دیگه این رو فهمیدن که یک راه بیشتر ندارن و اون هم مبارزه است. مردم فهمیدن که نمیتونن به کمک‌های بین‌المللی امید ببندن. میدونن که نمیتونن به سازمان ملل یا کمک آمریکا امید داشته باشن. بنابراین تنها راه مبارزه است. این چیزیه که مردم در صحبتاشون به من میگن. من هر روز به صورت آنلاین با جوانان برمه صحبت میکنم. اکثر اونا فهمیدن که نمیتونن امیدی به سازمان ملل داشته باشن. بنابراین به نیروهای دفاع مردمی ملحق میشن. همه میدونن این تنها راهیه که ما داریم. معترضان خواهان آزادی آنگ سان سو چی و برقراری مجدد دموکراسی هستن. اونا میخوان همه رهبران دستگیر شده آزاد بشن و رژیم نظامی از قدرت کنار بره. مردم حکومت نظامیان رو نمیخوان. چند روز بعد از توافق آتش بس میان اسرائیل و گروه‌های مسلح فلسطینی، جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا از آنتونی بلینکن وزیر خارجه این کشور خواسته برای دیدار با رهبران اسرائیل و فلسطینی به خاورمیانه سفر کنه. او گفته هدف از این دیدار بلینکن با رهبران اسرائیل تبادل نظر در مورد تعهد آهنین آمریکا به امنیت اسرائیل. بایدن اضافه کرده بلینکن برای اطمینان از اینکه کمک‌های آمریکا به مردم غزه میرسه و نه حماس، با سایر شرکای آمریکا در منطقه هم دیدار میکنه. اشکان صفایی همکارم از اورشلیم با ماست. اشکان، چطور دارن به میزبانی وزیر خارجه آمریکا میرن مقامات اسرائیلی، در حالی که میدونیم روابطشون اگر صادق باشیم به حسنگی روابطشون با دولت قبلی آمریکا در زمان آقای ترامپ نیست؟ بله، خب درست، اگرچه بنیامین نتانیاهو سابقه نزدیک به نیم قرن دوستی رو با جو بایدن داره، اما در واقع جو بایدن دوستی هست که انتقاد هم میکنه بسیار از اسرائیل و شاید این برای برخی در اسرائیل چندان خوشایند نباشه. نسبت به در واقع دونالد ترامپ که در طول 4 سال ریاست جمهوری شاید فقط یکی دو بار انتقادات خیلی آرامی از اسرائیل کرد. اما همونطوری که گفتی، بایدن قرار هست فردا به اسرائیل
بیاد، حدود ساعت 8:30 صبح به وقت محلی وارد فرودگاه بن گوریون میشه، از اونجا به اورشلیم میاد، قرار هست با بنیامین نتانیاهو دیدار بکنه، با روبن ریولین رئیس جمهور اسرائیل، با وزیر خارجه اسرائیل و برخی دیگه از مقامات ارشد این کشور هم قرار هست دیدار بکنه. بعد از اون هم قرار هست از اینجا به رام الله بره، در اونجا با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی و همچنین نخست وزیر تشکیلات خودگردان دیدار بکنه. به اون چیزی که بایدن گفته اشاره کردید، از اون طرف ما هم بیانیه وزارت خارجه آمریکا رو داریم و هم سخنان یکی از مقامات وزارت خارجه که رسانه‌های اسرائیل منتشر کردند که یکی از اصلی ترین اهداف سفر بلینکن به اسرائیل و تشکیلات خودگردان فلسطینی و البته بعد از اون هم به مصر خواهد رفت این هست که در واقع اجازه نده کمک هایی که به غزه میرن به دست حماس بیفتن. این موضوعی هست که وزیر دفاع اسرائیل هم دیروز به اون اشاره کرد و گفت که ما اگر که میخوایم جنگ دیگری در منطقه رخ بده بین ما و حماس، باید حواسمون باشه که از این به بعد جایگاه تشکیلات خودگردان فلسطینی رو در غزه مستحکم بکنیم و کاری بکنیم که کمک هایی که به غزه میره به جای اینکه بده از طریق حماس باشه، از طریق تشکیلات خودگردان باشه. ممنونم از تو اشکان صفایی، خبرنگار ما در اورشلیم. و به این ترتیب ما هم میرسیم به پایان تیتر اول امشب. تا فردا ساعت 8 شب وقت تهران، بدرود.